سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنج شنبه 11 دکبر همراه شما. نمایندگان هشت حزب سیاسی تاجیکستان امروز در نشست در کمیسیون مرکزی انتخابات شرط و شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی ماه مارس را بررسی کردند. در این جلسه مقامات انتخاباتی شرح دادند که پیشبری نامزدها چگونه صورت می‌گیرد و حزب‌ها حق دارند چقدر پول برای تشویق و ترغیب برنامه‌های انتخاباتیشان صرف کنند. در تاجیکستان از حساب هشت حزب، حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلامی احزاب مخالف دولت به حساب می‌روند. هلاکت پنج عضو یک خانواده و در یک شب در جماعت سیمی گنج ناحیه وحدت مردم این جماعت را به غم و غصه انداخت. نزدیکان این خانواده سه روز باز است که ماتم دارند. اینا به سرای گودک کاش همیشو و خواه میکنشه و بیره سالی خوش همیشو و میبیا کمور میرزه اینا میجا خواه میره. خودش در خواه در تاریکی خدا میدونه میخیزه. درش محکم دیگه نمیتونه خدا میدونه که خند لغت میکنه گرم میکنه شد این نمیتونه پایونه که بایی بوده کاش این نمیتونه خواه میرخدش جونش میمونه. سه روز پیش از این و شب 7-8 دکبر نصیبه مجیدوایی 29 ساله ساکن جماعت سیمیگنج همراه با فرزندانش فریده 7 ساله، سید اسلمی 5 ساله، فضیله 4 ساله و محمد 3 ساله هنگام خوابشان از دودی غلیظ انگشت زهرآلود شدند و در بستر خوابشان جان دادند. بعد این حادثه متخصصان و مقامات از مردم خواستند هنگام استفاده بخاری های عادی هم احتیاط کنند تا این گونه فاجعه ها تکرار نشود. در تاجیکستان مثل دیگر کشورهای جهان روزی 10 دکبر روزی بین المللی حقوق بشر را تجلیل کردند. در این روز در کشور مراسم های گوناگون برگزار شد و از جمله نشست و جمامت ها در باره پامال شدن حقوق انسان که تاجیکستان از این نظر پیوسته از طرف حامیان حقوق تنقید می شود. همکاران ما در دوشنبه در این روز از چند جوان تاجیک در باره رعایت حقوق آنها پرسیدند. بعضی دانشجوها که در فاکتور هم خواب میکردن اصلا در اون که نظامانی که دانشجوها در فاکتور نظامانه فاکتور بود از روی عمل نمیگرشت اصلا در خودسرانه رفتار میکرد و جوش میشه که همه دانشجوها رو بودم با پرسه جاگوش از همه خریده روی این فاکتور گرفتی هم روزی بین المللی حقوق بشر را بعد از سال 1948 بعد قبول اعلامیه بین المللی حقوق بشر در سراسر جهان تجلیل میکنند. دادگاه در شهر دوشنبه اکرام ستاروف ساکن 32 ساله پایتخت را در مرگ همسرش شهلا رستم خاجایوی 25 ساله گناهکار دانست و او را برای 3 سال از آزادی محروم کرد. در دادگاه ناحیه شاهمنصور روز 11 دکبر بر رادیو آزادی گفتند اکرام ستاروف بر طبق ماده 109 کدکسی جنایی یعنی به خودکشی رسانیدن انسان گناهکار دانسته شد. به گفته دادگاه رفتار اکرام ستاروف سبب شده است که شهلا رستم خاجایوی حامله و مادر دو فرزند خود را روز 20 آگوست در جای کارش در کاشانه فریده در ناحیه شاهمنصور بیاویزد. مرگ شهلا سر و صدای زیادی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت هرچند خود اکرام میگوید زنش را دوست می داشت و او را به خودکشی نرسانیده است. طلبات با لیموی خوشبوی تاجیکستان که تا به سیبیر دوردست در روسیه می رسید کاهش یافته است و غالبا فایده کشاورزان ولایت ختلان از حساب فروش لیمو کمتر می شود. با گفته مقامات سال 2013 از ولایت ختلان به قرغیزستان و روسیه بیشتر از 2000 تن لیمو فروختند اما امسال شور و شوق سال گذشته به نظر نمی رسد. حاصل لیمو چخیل شد امسال؟ امسال خوب های. آباد هم نیست. وقتی که حاصل خوب باشد خریداراتون چخیل هم؟ خریدار سست های نیکی. چخیل که نه آمده هستم. وادی وخشی تاجیکستان با لیموی نوی علا از زمانهای شوروی سابق شهرت داشت و تنها در ناحیه قمسنگیر در این وادی 12 کارخانه پرورش نهال لیمو فعالیت میکند. با ویدیوی کامل و اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، تویتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.